این برنامه از طرف MTN ماه مبارک رمضان را با کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد. MTN با شما در همه جا. همتنان عزیز می توانند انواع تولیدات شرکت افغان دوست را ارزان با کیفیت و حلال به دست بیاورند. رمضان مبارک. برای شما تقدیم می گردد.
عملی میکنن و در خدمت جامعه قرآنی هستن. اساتید قرآنی همه یک مرکز قرآنی الحمدلله باز کردن و در خدمت مسلمان ها قرار دادن. لذا برمیگرده یک مسئولیت دیگهش کسایی که حرفه‌ای بودن و میخواین حرفه‌ای تر قرآن بخونن، مثلا جوانای ما که الحمدلله امروز بیشتر علاقه‌مند شدن، اینا اونو مراجعه میکنن به مراکز قرآنی. چی خوب است که قرآن با صدای زیبا خوانده شه. باز هم نبی مکرم اسلام میفرمایه که صلی الله علیه و سلم که اقرا القرآن بلحون العربی و اصواتها، یا زین القرآن یا حسن القرآن باصواتکم، یا حسنوا اصواتکم بالقرآن. تاکید شده که شما قرآن با تزین بخونید، با زینت بخونید. در بعض روایت دیگه میگن نبی مکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که با زینت خواندن چطوره؟ گفت در جایی که آیات دوزخ می صدایتان پایین بکنین، در جایی که بشارت آیات رحمت می صدایتان بلند بکنین، بشارت به مردم بیان بکنین. لذا در خود قرائت قرآن این خودش یک فن است. اگر شما بسلامت جناب استاد، در کنار از اینکه یک خب مسئولیت همه مسلمان ها داره، باید قرآن کریم درست تلاوت کنه. شما بسیار از آیات قرآن کریم و از احادیث گوهربار نبی معظم صلوات الله علیه یاد کردین که باید قرآن کریم درست تلاوت شود و رتل القرآن ترتیلا. خب در کنار از این یک چیز دیگه که در نسل جوان دیده میشه، چون من جوان ها را بیشتر در برنامه اسلامی با خود میداشته باشم، بیشتر شیفته آواز خود گردیده بعضی دوستا. خب شما به عنوان یک کسی که در این راستا گام هایتان بسیار مستحکم هست و استوار هست و متین هست، خب در این راستا توصیه های اخلاقی شما چگونه هست برای قاری های جوان و برای نسل جوان که بیشتر توجه روی معارف و مسائل و معانی قرآن کریم داشته باشد؟ بفرمایید. عرضم بازو شما جناب استاد که خدمتتون عرض برسانیم که اگر یک قاری به محض از اینکه به قرآن با صدای زیبا بخونه فکر بکنن که رسالت متمام است، اشتباه محض است. بله اشتباه محض است، به خاطر که رسالت از فقط یک قسمت از کار انجام داده که پیامبر خدا گفته که شما به قرآن زیبا بخونید. اما باز اگر حدیث ما بهم دقت بکنیم، میگه عمل به قرآن مهمتر از خواندن به قرآن است. بله اگر ما بهم دقت بکنیم، میگه مفاهیم قرآن بالاتر از خواندن قرآن است. مفاهیم قرآن باید فهمیده شه که قرآن پیامش چی است. همین آیات را که ما قرار قرائت بکنیم، پیام از این آیات چیست؟ و یا در کل بگویم که قرآن تنها فقط به دو بخش تقسیم شده که یک بخشش برمیگرده به دوزخ و یک بخشش برمیگرده به جنت. همچین چیزی که وجود نداره. امروز بیشتر از اساتید بزرگوار مخصوصا در زمینه اعجاز علمی که کار میکنن، چیزایی رو اینا از قرآن اختراع میکنن، چیزایی رو اختراع میکنن. مثلا علمای الازهر مثل که انسان تعجب میکنه که تعجب و تأسف است. تعجب است برازیت که قرآن چیزه و تأسف برازیت که ما آگاهی نداریم از قرآن. لذا چیزهایی در قرآن است که امروز ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب. خود قرآن میگه آن چیزی که در خشک است، آن چیزی که در بحر است، تمامش در قرآن از ایشان آمده. لذا یک قسمت از رسالت ما قرار است که انجام بدیم، این است که قرآن با صدای زیبا بخونیم که مردم گرویده شون به خاطر رجوع بکنن. شما به سلامت جناب استاد. از شما خواهش میکنم یکی از سوره هایی که بسیار اما مردم را یاد داشته باشند، ما را به نام سوره های نماز میگیم، یا الحمد شریف اگر میخوانید، یا از ده سوره آخر انتخاب میکنین یک جای، و او هم به یک دو روایت اگر بخونید و با چند قرات، بسیار مردم علاقمند و شیفته آواز شما هست و خوش دارن جایی را زبان شما بشنن که با او وردشان هست. بفرمایید لذت ببرید. اگر همکارا دوستا اگر امکان داشته باشن هم صدا رام دمو جکمک اون جور میگرسه. خب همکارای بخش صدا یک مایک دیگه بر استاد ست کنین. واصل جان، واصل از بخش صدا شما یک مایک بر استاد ست کنین تا فرصتی که ما جناب استاد هم آماده میشن. خب یک حدیث از پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم هست که جناب ایشون میفرماید که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسانی هستند که قرآن کریم میخوانند و تعلیم میتن بر دیگرا. بدون شک اساتید قرآن کریم ذیل امی حدیث میان و از بهترین ها هستند و ما با جایگاه و با مقامشان ارزش قائل هستیم، چون خدا ارزش قائل هست. خب از جناب استاد آماده هستن یک تلاوت میشنیم. از شما تمنا میبرم که با گوش جان و دل بشنوین و لذت ببرین. بدون شک سوا بسیار زیاد داده میشه برای همه ما. شما بفرمایید جان. شکر. البته با بحث روایاتم گفتن، باز روایات دیگه اختیار با شماست. ما یکم کمی نزدیک بگیریم استاد براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله خير بين جنوب الصف ما شاء الله بسر زيبا ما انتظار داشتم که چند دقیقه دیگه شما تلاوت کنیم ولی ما چی که ما مطمئن هستم که همه این انتظار داشتن شما به سلامت باشین جناب استاد خداوند شما را خیر دنیا و آخرت نصیب بگردانه. ما زمانی که وضو می کردم به نماز دیگر داخل استودیو می آمدم جناب استاد پیش از آمدن به استودیو یک چیز در فکر من گشت که ما در مسابقات جهانی سالهای قبل چهره های بسیار خوب داشتیم که ما در صدر لیست قرار می داشتیم یعنی ما از قرای افغانستان برنده می شدن در مسابقات یک بسط جهان اسلام برگزار می شد. از این در این مورد ما فعلا آگاه نیست و ما قرایی داریم که شرکت کنند در مسابقات بین المللی حسن تلاوت یا نداریم چگونه بفرمایید؟ بله بسیار نکته جالب است که جناب شما فرمودین چون ماه قرآن است در این مورد اگه بیشتر صحبت شو فکر میتون خوبه که بنیانگذاری شو و البته تهدابگذاری شو و فرنگسازی شو در جامعه قرآنی افغانستان. خب شکل درش است که الحمدلله استعدادهای بسیار فوق العاده افغانستان دارد در تمام عرصه ها من جمله درس قرآنی الحمدلله جوانای بسیار خوب داریم مستعد داریم اساتید بسیار ماهر داریم الحمدلله در عرصه. اما یک چیزی که ما نداریم توجه خود کسانی هستند که باید توجه کنند به خاطر انسجام بودن قرآ و به خاطر از اینکه یک سلسله خدمتان برس برستانیم سراحتان بیان بکنیم که امی بحث قرآن بحث قومی نسازن بحث قرآن بحث مذهبی نسازن اینا را بگذارن هر استعداد که هزار قوم باشه هزار ملیتی که باشه هزار مذهبی که باشه
که اگو خوب قرآن میخونه اگو میتونه که نام افغانستان در سطح بین الملل بلند بکنه باید او مورد تشویق و تفقد بزرگوارا قرار بگیره. ما دائما با اساتید بزرگوار که میشینم دائما میگم اگر بزرگوارایی که در راست هستند به هر حال اگر نسل جوانه اگر مورد تفقد و تشویق قرار بتن هیچ نیاز بر ازیام نیست که دولت اهتمام بکنه. اگر ما اساتید انسجام خود بیشتر بکنیم نیاز خود میشیم یک نیرو، خود میشیم یک اجماع بزرگ. چون جامعه قرآنی الحمدلله جامعه خرد نیست دیگه، الحمدلله جامعه بسیار بزرگ است، حفاظ کرام بسیار عزیز داریم ما. پس ما فکر میکنم که یک توجه باز همه خاشعانه و خاشعانه به این کوچک از این ملت، فرد کوچک از این ملت ایره خواهش دارم از اساتید بزرگوار که بیشتر امی استعداداری که به حمدالله خداوند به افغانستان عطا کرده خدمتتون جناب آقای سیدت برز برسانیم که البته نه تنها که بگیم از ما ثبت شده امروز در سراسر دنیا مردم میشنوه از ما خارج از ما استعدادهایی هستن در این افغانستان اگر رویشان کار شود زمینه درس به اینا فراهم شوند بتونن برن در الازهر مثلا درس خود تمام بکنن در مراکز معتمد برن درس خود تمام بکنن ما یقین دارم که از ما بالاتر میتونن اینا افتخارات از این بیارن در جامعه اسلامی افغانستان چون من میدونم که واقعا مستعد هستن اینا اما یک چیزی هست که توجهی کم هست عالم جناب وزیر صاحب محترم یک وزیر صاحب بسیار دلسوز خداوندشان کنه یعنی انسان فعال هستند درسای قرآنی زیاد میخواین کار بکنن و کارم کردن و خداوند ان شاء الله خیرشان بیشتر از این نصیب بکنه برشان که ان شاء الله بتونن در عرصه قرآنی که یکی از عرصه های مهم است در جامعه مخصوصا در جامعه اسلامی افغانستان که مردم کاملا با قرآن پیوند خوردن کاملا با قرآن عجین شدن و در حقیقت بگویم که این مردم ما را ما دقت کردیم که با کمال احترام با همسایه‌ای که ما داریم یک زمینه‌ای که با این همسایه برابر است اگر نیم ازی با ما مردم برابر باشه من یقین دارم که امروز در دنیای قرائت شاید ما حرف اول بزنیم امی لحظه میزنیم انشاءالله جناب استاد امی لحظه میزنیم بله با امی امکانات کمی که داریم در تمام عرصه ها مثلا ما امکانات نبود امنیت رنج میبرم ملت کاملا و دیگه مسائل بود اقتصادی شما ببینیم اون امکانات قهرمان بودن مادری است به گفتگی شما که هیچ زمینه فراهم نیست ما با قطان استیم کار بکنیم ما قهرمان هستیم جناب استاد بله بدون شک خب فرصت با ما اندک هست جناب استاد اگر شما حرفی در دل داشته باشین و ما را به عنوان سوال طرح نکرده باشین کمری شبکه جهانی در تلویزیون فرشید در خدمت شما است مشنیم از زبان مبارک بفرمایید فقط حرف بیشتر به گفتن ندارم و ما افتخار میکنم به مردم خود افتخار میکنم به ملت خود و تا می حدم که الحمدلله ما تونستیم که یک نیروی مضاعف بگیرم خودم هر سال کار بکنم فعال باشم نه تنها در جامعه اسلامی افغانستان بلکه فراتر از مرزهای افغانستان افتخارات بیان به ملت افغانستان بیارم این کلش برمیگرده از اهتمام دولت نیست که دولت اجنا همکاری نداره با ما فقط اهتمام مردم ما بوده و همون شوق و علاقمندی مردم بوده از خداوند دعا میکنم که انشاءالله یک صلح و صفا و امنیت به این ملت بیاره مستحکم بسازه شما
با صلح و صفا داشته باشه. یک مادر هستم، یک وکیل هستم، یک رئیس یک گروپ هستم، یک از دو ولایت وکیل هستم، من بدخشان هم تخار و در پلو اینا باز کارهای تجارتی خودم دارم
اما که مصروف هستم که درست میشه تا سر من یه پانتا موزه چی رفتم تیر میشه اما یه مصروف هستم که درست میشه تا سر هستم اما
نشکی یا سریز نشکی من مبارکی رمضان است رو که دیم بخیر دنیست
سه روز ما باور داشته باشه که هیچ روزه بدون اینکه در خانه فقرا رفتیم، در خانه غریبا رفتیم و با اونا شستیم، کمک اندکی که داشتیم به شان کرده مواد پیدیم بودیم و چیزی که بوده مصرف کردیم و آلی هم بایسر از تاریخ پانزده روزه همه روزه کمک کنید. شما بسلامت، شما بسلامت. بابا کلاس خداحافظی میکنیم یک وقتی کوتاه و پس از وقت انشاءالله دوباره در خدمت شما هستیم. تمنای همراهی تانا دارم تا فرصت بدارم. I'm going to go to the next one.
این برنامه از طرف MTN ماه مبارک رمضان را با کافه ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارد. MTN با شما در همه جا. همتنان عزیز می توانند انواع تولیدات شرکت افغاندوست را ارزان با کیفیت و حلال به دست بیاورند. رمضان مبارک. برای شما تقدیم گردید.